چه چیزایی برای قوی شدن بچه ها لازمه؟ خیلی چیزا، مثل کلسیوم و ویتامین دی. کلسیوم باعث محکم شدن استخونه میشه. ویتامین دی چطور؟ ویتامین دی هم برای تقویت ایمنی بدن مناسبه. واسه همین باید خوراکیایی بخوریم که ویتامین دی داره. پاستیلای ویتامین ای دکتر بون حاوی کلسیوم غنی شده با ویتامین دی. پاستیلای ویتامین ای دکتر بون. از قدیم گفتن تخم مرغ و خاصیتاش. خیلی از ما تجربه زدن تخم مرغ به موهامونو داریم. امروز شامپو تخم مرغی گلرنگ تمامی این خواصو داره. یه شونه بزن به موهات. شامپو تخم مرغی گلرنگ. خیلی تبریک میگم جناب مهندس. خواهش میکنم. هم بلایاتیان جناب چه زنگ تموم میگذاشتم برای قربان شما. به هر حال هم ولایتی ها چشم امیدشون به ماست. شیرینی بفرمایید. شیرین کام باشی. قندم بالاست. شیرینی برام ضرر داره. ضرر داره. میگم جناب مهندس جان، این صندوقتون یه خوره گنده نیست؟ گنده که هست. گفتم همسایگان محترم ممکنه نظرات پیشنهادات زیادی داشته باشن. جا بشه؟ کلم اگه چند تا هستن همسایگان محترم ازون. میگم چطوره بذارمش وسط لابی؟ نه با اجازتون میخوام تو دید باشه. همسایه محترم خوب ببیننه. آره از اون لحاظ. بله پس با اجازتون من برم اون بر. چرا قدیم گفتن دو پادشاه در اقلیمی نگنجن؟ ببخشید من نفهمیدم. خیلی ساده است میگم دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. پادشاه که اختیار دارین. بنده خدمتگزار بیش نیستم. آقای مهندس بی زحمت یه دو تا دیگه از اون شیمیا رد کن بیاد این ور چسبید. بله بله حتما بفرمایید. شما که قن ندارین که. نه من فشار خونم بالاست. آها بله. جنبک نبکی نمر بخور. بله بله تی زندم قهرمانه. اینم از این آره میزنیم سلاخ سلاخشون میکنیم. ببین چی کار میکنیم. لباس هم که خوبه. خوب پرچم کوبه ها اینجاست. چنجه خورا برندن یونجه خورا بازندن. چنج خورا برندن یونج خورا بازن دو چنج خورا پاکتون سر بی ارزتون کنه. یکیتون ارزه نداشت رئیس این ساختمون بشه. بی خیال مامانی رئیس کدومه؟ حال داری یا همین همسایه همین سماری که غربتی خمار بود. ول کن مادر من. مدیریت ساختمون که غیر از درد سر و زحمت چیزی نداره. اسم و رسم که داره. جست و قیافه و شأن و اعتبار که توش هست. حالا تو خسته ای گرفتاری. این دوتا تن لشی. یکیشون نمیتونه سلطان این ساختمون بشه؟ غیر سرشون بچه شیرن. شیرالملوک جان مدیر ساختمون که سلطان نیست. یه بیچاره که مسئولیت گردن میگیره کارهای ساختمون رو راست و ریس کنه. همین. پاشو شیر خان جان. پاشو دراز بکش آمپولتو بزنم بری سر کار. سوزن بچه‌مو یواش بزنی یا باز دادش نره هوا. چشم خانم بزرگ. سربر کیه تیزندان؟ قهرمان کیه تیزندان؟ بابده تو هم تیزندان تیزندان خفمون کردی از صبح. داده امروز دلبیه. دلبی هم واس ماست. میزنیم سلاخ سلاخشون میکنه. زحمت میکشی دلاور. خسته نباشی پهلوان. ببین من الان آدرنالینم زده بالا. حالا حوصله شوخی ندارم ها. فوتبالی که نیستی. برو یه گوشه بشیم زده حال نزن. بدو بینم. خجالت بکشین این حرکات چیه؟ چرا به من گیر میدی مامانی؟ این شیرو دمش میخوره. تو با این هیکل اگه عرضه داشتی الان مدیر این ساختمون بودی. به جون مامانی عشقم بکشه سه سوته همین الان شدم مدیر ساختمون. خودم نمیخوام.
تو بپا سیکس بکت ایرباگ نشه، نمیخواد مدیر شیالا. من سیکس بکم میزونه، تو پاشو برو مامان یه دونه به کمپلکس به تو هم بزنه بتونی راه بری گلابی. گفتم یواش بزنی سوزن بی صابون درو، هلاک شد بچم. بفرما جان مهندس. بله. این 200 پولار الباقی شارژ ساختمون تحویل شما. دست شما درد نکنه، اجازه بدین رسیدشو بنویسم پاراف کنم مور بزنم بدم خدمتتون. عرض کنم که از این 200 ها با اجازتون من 196 تاشو بابت حقوق موافقه نگهبانی برمیدارم، بقیهش تقدیم شما. یعنی فقط 4 پولو؟ بله دیگه، 4 پولار کل بودجه ساختمون در اختیار شما. آخه با 4 پولار که من کلی برنامه کوتاه مدت دراز مدت نوشتم اینجا. کوتاه بلندش دیگه مشکل خودت مهندس. از من به شما نصیحت، فرفر باید برید تو کار گرفتن چارج از همسایه‌ها. بله چارج بگیر بله حتما چشم. آره. اتفاقا این اولین قدم برنامه کوتاه مدت منه. بیپ 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 سمپا، بیپ 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 سمپا، بیپ 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 سمپا. سلام آقای مدیر، سلام استاد عطایی، سلام اوقی، سلام نوکر تو. بجام کوچی، بجام بیا اینجا. بجام میبخشید، شنگ میخوام تمام دیوارای قرمز کنیم. این اینجا آفرین کل دیوارا، نگاه یه بجام خالی نزار سمتگم. بجام آفرین. تقدیم به سرور خودم آقای مدیر محترم مجتمع که خودمونه، با آرزوی پیروزی سمپا. هله. بله بله متشکرم، از طرف مدیریت ساختمان برای شما آرزوی قهرمانی دارم. لطفاً جهت تعمیر آسانسور و شارژ موفقم استعدا دارم هر چه زودتر اقدام بفرمایید. چه خبره تامو؟ بذار عرقت خوش بشه بعد هنوم مدیر نشده خفت مایه چسبیدی؟ نه خیلی سوء تفاهم نشه، عرضم اینه که یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه دراز مدت تنظیم کردم که تنظیم منظیم ول کن، امروز دربیه، ما الان خودم تنظیماتم پاک به هم خورده، یه خورده دیگه هم حرف بزنی آب روغن قاطی میکنم بهت. گفته باشم بذار بعد مسابقه که زدیم سوراخشون کردیم خودم کل پول ساختمون یه جا تقدیمت میکنم. روشن شد؟ بله بله روشن شد. آفرین. سوراخش میکنیم 6 تا تو کارش میکنیم، سوراخش میکنیم 6 تا تو کارش میکنیم، سمندوی بوزش میزنیم با شاخ سوراخش میکنیم، سوراخش میکنیم. این الان روش حواسش سر جاش نیست مهندس، ولش کن یه دوتا شیرنی دیگه رد کن بیاد. زمنان جان مهندس، ازم حضورتون که جدارتا امروز روز وفاداریه. اجمن سگای موقعی بشهر اگه مراسم گرفتن با اجازه تو من ایشان ساعتی مرخصی بخواد سمک مرحبت بفرمایی. بله اما مرخصی بله چشم حتما مینویسم پاراف میکنم مهر بشه میدم خدمتتون. میبینی اوبقی جان کارش درست این آق مهنده تا این مهر کنه پاف کنه امضا کنه که مراسم تاون شده. الان مینویسم چشم. سوم باریک، سوم قشنگ. بفرمایید تو شیرور ملوی خانم، قدمتون رو چشم. کجایی تو دختر؟ پیدات نیست. از وقتی شوهرت شده مدیر خودتو میگیری واسه ما. ما خودمو بگیرم؟ وای خدا نیارو روزو. چرا دیگه، قبلنا بیشتر به ما سر میزدی، حال و احوالی میپرسیدی. روم سیاه سرم گرم این گیلیم شد دیه. گیلی؟ این گیلیمو خودت بافتی؟ بله. قشنگه قشنگه.
بعد این همه سال انگار دشت و جنگل و با خودت آوردی اینجا. چه کنم؟ مادلون به همین نقشا خوشدی خانوم بزرگ. مرا یاد دشت نازمون میندازه. یاد گلاش، سبزاش، درختاش. تو چه پنهون دل شیر الملوکم هوای کوها و جنگلا رو کرده. یادش به خیر جوونی، چه روزگار خوشی داشتیم. صبح تا شب می دویدیم تو جنگلا و بیشه ها، لای علف ها و سبزه ها، دنبال گوزنا و آهوا. بله بله میگم، حالا گلگاف زبون میخوریم براتون بیارم. گلگاف زبون؟ نه گلگاف زبون بخورم دست بابم میفته گردن خودت. چشم، دست بابتونم گردن من. شما گلگاف زبون رو بخورین، خودم در خدمتم. چاره چیه؟ بردار بیار بخوریم. میگم قاعدش این بود که الان تو رو بخورم، ولی روزگار کاری کرده که جوشونده خور شدیم. اینی اینا چیه چسبوندی به در دیوارا؟ اینا چیه؟ نمیدونم. قرمز میچسبونی واس ما؟ به خیالت الان مدیر شدی میتونی هر چی دلت میخواد نشخار کنی؟ آره نه آقای شیر، باور بفرمایید من نچسبوندم. بچی آقای قوچنبک چسبوندنه. قوچنبک بیجا کرد با تو سنفان که باشین. اینجا تیزدندونه حرف اول میزنن داشت. بله 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 میزنن. یه دفعه دیگه، یه دفعه دیگه ببینم جنایی عمل کنی خرخرت رو میجوام. شیرفن شد. نبا نفسم چطوره؟ زنی آکن یا تیزندون ها چیرن، آروم نمیگی گیرن، سمزه خراب برندن، یونزه خراب بازندن. بله استادیوم بزرگ شهرمون داره میره که کم کم پر بشه. یه طرف تیزدندونا با لباسا و پرچمای آبی، طرف دیگه سنباها با رنگوی قرمز. امروز دربی هم پیشنگا خبر داری؟ دارم یا ندارم به شما مربوط نمیشه. چطور مربوط نمیشه؟ آخه من طرفدار تیزدندونام دیگه. هستی یا نیستی به من مربوط نمیشه، به کارت برس. خب آخه شما هم بفهمی نفهمی تیزدندون به حساب میای دیگه، حتمی طرفدار تیزدندونایی. هستم یا نیستم به شما مربوطی نمیشی. آخه با اجازه شما میخوام دو سه ساعت مرخصی بگیرم برم استادیوم تشریف. خب شما بره استادیوم، شبدر نمکیاره چی به سینه تو قفسه؟ شبدر نمکی کجا بود پیشنقا؟ همه رو فروختیم که، نه شبدر نمکی مونده نه تخمه، پیوفی فیلم تموم شده. شد چه شد، سفارش دادم الان میاره. چیه؟ آها رسیه انبر به پر شبدر نمکیاره تحویل بگید به سینه تو قفسه. خدمت همسایه محترم جناب آقای عطای عارضم نظر به این که سطح زیر بنای مسکن استیجاری شما بسیار کمتر از سایر واحد هاست، این جانب از اهرم مدیریتی خودم استفاده کردم و شارژ شما رو به مبلغ 1/3 تقلیل دادم. شما 25 پولار لطف بفرمایید کافی. نمیشه به جای 25 پولار 25 دهن برات بخونم؟ اختیار دارین استاد، روی هنر شما که نمیشه قیمت گذاشت، ولی برای تعمیر آسانسور و سایر مخارج مربوطه باید پولار بپردازیم. ترانه و آواز که نمیشه بپردازیم. میشه اگه یادش بره که وعده با من داره. وای وای بیا اینا پولار بجم تو از دستت لیز نخوردن خفتشونو بچسب. بفرمایید شیرینی جناب فوکایی. چه دفتر دستی که
نخی جناب مدیر بره. صندوق و مندوق و میز و تشکیلات و قلم و کاغذ اینه مدیر کلا. کلا نگفتید بگاهی جان مدیر کلا رو کجا صندوق رو گذاشتیم که نظرات پیشنهادات همسایه‌ها رو جمع میکنیم که بررسی کنیم. شما هم اگر نظری دارید بفرمایید. نظر من اینه که شوفاشخانه رو بدیم جاش ابزردگون بگیریم، بس که بی بخار آبی ازش گرم نمیشه. بله چشم، بررسی میکنم چشم. بررسی بشه نشه ما که دیگه کلن استخمون رو میریم بیرون. بودو بریم فکر جدا خوش نشدیم. یه فکر به حال آسانسور بکنین درو خدا، ما از این پله تا برسیم اون بالا پوستمون خوش شده عین چمون خوش. باید بریم زیر دوشونم با این فشار معذرت میخوام. بله فیزردی. اتفاقا پروژه تعمیر آسانسور از اولویت های برنامه کوتاه مدت این جانبه و برای انجامش نیاز به تامین مالی هسته. اگر محبت بفرمایید شارژتون رو پرداخت کنید. خوشونه فکول جان خوشونه، بودو بریم تا بغلی خوشگل شدی. خاکی بیستر فوقایی خوشت، با اجازه آقا مهندس بودو بودو میبخشیم شیشان. کیت کتیل رسیدیم مامی، رسیدیم. گریه نکن دیگه، دیگونم کم بیان. سلام، روز شما بخیر. این چه وضعشه آخه؟ نفسم گرفت تا این چهار طبقه رو با این بچه اومدم پایین. مگه قرار نبود این آسانسور کوفتی درست بشه؟ بله ولی نظر به خالی بودن صندوق. اووقی کجاست؟ آقای اووقی برای شرکت در مراسم روز وفاداری از بنده مرخصی یک روزه گرفته. اگر کاری هست بنده در خدمتم. تو؟ بله من. میو بلدی؟ میو نخه. تو چه جور مدیری هستی که میو بلد نیستی؟ من اگر تمرین کنم یاد میگیرم. تمرین کن ببینم. میو تمرین کنم چه؟ ماو این چه جور میو کردنه؟ درست بگو میو. میبخشید گلا بریتون در رستای ما گربه آخه میگن ماو. من به همون علت حالا هرچی خواستی بگو. ماو میتونم به ماو. این بچه رو یکی دو ساعت نگه میداری تا من برگردم. سرلاکشو خورده بی پیشم کردی، بی قراری کرد دو ساعت ماو کن براش ساکت میشه. من رفتم. ماو میبخشید خانم. آقای پیشتاقا پیشنهاد انتقادی چیزه؟ من از این چیزا سر در نمیارم. پیشتاقا میاد به اون بگین، پولمولم خواستین به خودش بگین. خیلی ممنون. نه ماو گریه نکنین دیگه. ماو یه خورده فالسی آق مهندس. نیم پرده میون تو پایین تر بگیری بندازی توی ابواتا درست میشه. اینطوری درسته ماو؟ ماو نه دوست ندارن عطایی. ماو ای خدای من، ماو نه گریه نکنیم. ماو برات مهمون آوردم خودن جان. وای این چیه دیگه؟ این بچه کتی خانم همون که باباش هایپر داره، مادرش کار داشته با دست مدیری هست. نه گریه نکن. ماو چرا ماو میکنی؟ گربه شدی نکنه؟ نه خدا اون روزو نیاره، نه که بچه گربه است. ماو کنی ساکت میشه. ماو کن براش. ما نمیخوام ماو کنم. تو هم نکن، خوشم نمیاد. بابا بچه های خود آروم تر سرطان گرفتا. بری رو من بازی کنی چی؟ هر آشکونم غلط میکنن. هر آشکونم اگه شهر هرته. حالا یه دوست ما قصه این بام بامونده عقب افتاده آسمون که به زمین نرسیدست که نخه کار خودمه. تو بری بدتر کار خراب میکنی. من خودم همین الان میرم بال کار رو سرش رو داغون میکنم و برمیگردم. حالا میبینی چی شده خانم زردک زده؟ میخواستی چی بشه؟ میخوام خونم رو که با هزار خونه دل خریدیم حراج کنم. سرش به کله کندانی میرسد که به ما بدبخت بیچاره ها میرسد. ای سلیل میبینی
بابام برم و زود برگردم. نمیشه نمیشه گفتم نمیشه دهن تو تو بزنی دست و پای گرگ و گراز له میشی که یکی دوتا نیستین مادر؟ همینجا بمونیم پیش عمو مهندس؟ من میرم آزودی برادم. ببخشید خانم زردک زده، با توجه به کم بوده امکانات نگهداری این تعداد بچه برای بنده چیه سخته؟ ناجوره؟ نمیتونی؟ چی تو کتی خانم هر وقت دلش خواست بچه‌شو میذاره اینجا و میره؟ حالا به ما که رسید آسمون تپی؟ نه خیلی دوام نش، فقط چون تعداد چی یه خورده زیاده. شیشتاشونو شما نگهداری؟ شیشتاشونم دست شما رو میبوسه راحت هایی. من که بچه داری بلد نیستم آخه خانم زردک زده. یاد میگیری حالا یه دو تا از اون دری بری یا که میخونی براشون بخونه آروم میگیرم. باشه باشه خب بچه ها بچه ها بچه ها شیرینی زندگی هن، همه قنچه های باغ آشتی هن، اونا رو از روی شاخه نچینی. لا 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 خود چی کشمش بخری؟ میزنه نزن بیاین بیشه من بیاین بیشه این برای تو قصه و حسنه بگم ای با چرا برسی سر تو؟ مگه عروسیه؟ ای باش ای چه بلایی بو به سرم امیه. تشیلا با تو هم کجا میری آخه؟ تشیلا سب کن تشیلا خواهش میکنم سب کن. تو اینی که دلت میخواد میکنی بعد میگه معذرت میخوام بستمه دیگه. من دیگه نمیخوام با تو همخونه باشم سمورا خانم، مفهوم شد؟ نه خیر نشد. از جای دیگه دلت پره چرا سر من بیچاره خالی میکنی؟ از کجا پره ها؟ از کجا پره؟ خجالت نکش بگو ببینم. اونو دیگه نمیدونم، فقط میدونم پره. میبخشید خانوما میون کلامتون شکر، در خصوص هزینه شارژ و تعمیر این آسانسور. طبق معمول مرفعین بیدرد این ساختمون لعنتی رو ول کردین، چسبیدین به طبقه فروده. جهت اطلاعتون بگم من دارم از این خراب شده میرم. شارژ و مارژتون هم از این خانم بگیرین که داره میلیاردی از نقاشیاش پول در میاره. به 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 سلامتی. شوخی میکنه آقا خمار، تشیله از اینجا نمیره. منم هنوز هیچی از نقاشیام در نیوردم، ولی قول میدم به محض اینکه یکی دو تا نقاشیم فروش بره میام همه بدهیامو صاف میکنم. دست شما درد نکنه، میبخشید پس این برگه نظرسنجی رو میدم خدمتون پر کنید. من الان وقت ندارم. بعدش صاحب کو کجا رفتی تشیله؟ حداقل این برگه با خودتون ببرید. سلام علیک. سلام علیکم. مخلص آقا مهندس هم هستیم. این سفارش ها سوم شما رو میبوشه؟ بله. این مال دمجوانه، این مال آقا فوگایی. آن نیازی به بازرسی نیست، میتونی ببری تحویل بدی. گفتم سوم خودتو میبوشه. آسانسورتون خرابه، منم عجله دارم باید برم. تا از پلا برم بالا بیام پایین دربی شلو شده که. نو نو پنی نو زبزی سوم دلو میلنزی چون زده خواهی ندماره سر بسه میزانه. نو نو پنی نو زبزی سوم دلو. Very good. یه مدیر پروفشنال کم داشتیم تو این ساختمون که اونم اوکی شد. نظر لطف شماست، فقط اگر همسایه ها مساعدت بیشتری کنن شارژشون رو به موقع بپردازن بنده برنامه رو زودتر به منصه ظهور میرسونم. من که اوکیم، ولی خب شما هم که همینجوری خشک و خالی نمیتونی به منصه ظهور برسونی. شما اول خودی نشون بده، یه آس رو کن، یه آپشن تو به منصه ظهور برسون، همسایه ها ببینن تو چه مدیر توانایی هستی، بعد شارژ بخواه.
منظورتون اینه که هزینه تعمیر آسانسور رو فعلا خودم تامین کنم؟ Exactly. واسه نقطه شروع بد نیست. اوکی؟ اوکی. 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 براوو، اکسلنت مهندس جوان، آس مدیریت رو کردی. تبریک میگم، به قول فرنگی ها کانگراجولیشن. شما لطف دارید، انجام وظیفه کردم. حالا وقتشه که منم انجام وظیفه کنم و شارژ ساختمونو به علاوه ی هزینه ی تعمیر آسانسور بپردازم. قابل شما رو نداره، مهمون ما باشید. نه 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 نه، تازه باید تیپم بهت بدم. تیپ؟ میبخشید تیپم خوب نیست؟ منظورم انعامه. تیپ تو خیلی هم خوبه، به درد مدلینگ میخوری. مدلینگ چی هست؟ مدلینگ دیگه تو دنیای فشن برای پرزنت کردن مدل‌های جدید به جوانای خوشتیپی مثل تو خیلی نیاز دارن. یادم بنداز برات که قرار تست بذارم، اگه شانس بیاری یا انتخاب بشی نونت میفته تو رو. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. دیرم شد، یه قرار کاری مهم دارم، دیر برسم بد میشه. میبینمت، سی یو لیتر. بله. اوه، حواست کجاست مهندس؟ پول نداده رفت، نفهمیدی؟ آقای دم جوان. آقا زنجیر با زنجیر مربا بافتی؟ پشت کو انداختی؟ بابا امیم ارزن و گندو با صدای چی؟ صدای خروس. امو زنجیر با بله زنجیر مربا بافتی؟ بله پشت کوه انداختی؟ بله بابا امیه چی نباید؟ سرشی رو پنیر با صدای چی؟ یعنی چه؟ آه
خبر خونه این سنباریک. بابا امیم نخود و کشمیش با صدای چی؟ امو زنجیر باف زنجیر مره بافتی پشت که انداختی بابا امیه شب در و یونجه با صدای چی؟ بابا صدای بز خوش آمدی یعنی چی؟ من بچه‌مو سپردم دست شما به چه اجازه ای بردی دادی دست یه غریبه؟ نه دست غریبه ندادم سپردمش به خوتن. خوتن دیگه کیه؟ خوتن خانم خانم بنده ایشون از من مهربونتره خیالتون راحت بشه بچه هایز خانم زردک زدم تازه اونجا هستن دارن همه با هم بازی میکنن سرشون گرمه در ضمن بچه منو بردی قاطی کردی با بچه های زردک زاده؟ شما خیلی بینجا کردی اگه کیسکتم از بچه خرگوشان میکروب بگیره مریض بشه من میدونم و تو و این ساختمون خراب شده نه نگران نباشید خوشبختانه آسانسور درست شده شما تشریف داشته باشید من همه الان میرم میارم میشه لازم نکرده خودم میرم میام چشم بگی بادام شیر بازی کنید بازی کنید نکش نکش بچه دیگه گفتم نکش میرم بچه من کجاست؟ چه خبرت خانم جون این چه طرز ورود به منزل دیگرونه ذره ترک شدن بچه ها شدن که شدن اصلا برام مهم نیست من بچه همو سپرده بودم به لابی بدون اجازه من آوردنش اینجا قاطی این بچه های بیادب کردم بیادب خودت یا هفت جد آباده به جد آباد من توهین میکنی؟ جد آباد من همه پلنگ بودن اگه نمیدونی بدون میام بله بله میدونم شما خودت هم الان یه پا پلنگی منتها نه از اون پلنگ های قدیم از همین پلنگ ملنگ های امروزی که تو خیابون ریختن خفش و شیر پیره هف هفو به من میگی هف هفو گربه بی اصلا نسب کوچه ای ای وای ای وای تو رو خدا دعوا نکنه بچه ها ناراحت میرن بیا کیت کت جان مامانت هم میاد دنبالت نخواب کنجا بمونم بازی کنم بریم خونه خودمون بازی میکنی اون همه اسباب بازی داری یه عمر از محبت بی نصیبم ای خدا من غریبم ای خدا مرو مرو اصابم خرابه برو نخست آقا گوچنبک به سلامتی مساوی کردیم مساوی چی همو نامردا شانس آوردن 90 دقیقه توپ دست ما بود یکی او توپا گل میشد برنده شده بودیم ما و البته مساوی هم برد محسوب میشه آقای گوچنبک محض اطلاع شما آسانسور هم تعمیر شد ببینم یا تاشقالا چیه زدی به دیوار پرچمای ما کوپه پرچمای شما رو زدیم اون طرف نگاهی کنین اونجا دمت گرم آقا مهندس نه دمت گرم دست در نکنه شما هم که پشت خنجر میزنی که نه من غلط بکنم به هر حال اینجا همسایگان حقوق برابر دارن بنده هم به عنوان مدیر تصمیم گرفتم عدالت رعایت کنم کفشت درار ببینم بله کفشم برای چی؟ میخوام ببینم سم داری یا نه؟ بله بله سم دارم اما طرفدار هیچ خب همین دیگه طرفدار هیچ هرچی میخوریم از خودی میخوریم بیا بریم گوچی بیا بریم میبخشید آقای گوچنبک پس دارین تشریف میبریم بی زحمت یک نگام به آسانسور بندازیم بابا ولمون کن ناموسن
آسانسور چی وسط؟ بازی برده مساوی کردیم و حالمون گرفته شد رفت. مساویتون هم شانسکی بود داشت. ای داور داور بود بزن اینکه پنالتی بگیره بازیکنتون رو مینداخت بیرون که اینجوری ایمونلایشون نکنه. هللیوس اینه. زدین پای بازیکن ما داغون کردین. زبونتون هم درازه؟ معلومه که درازه. سنفا واسه مساوی اومده بودن تو زمینیه. مساوی هم زدین تو رگ. بریم حالشو ببرین. نه حالا که به سلامتی بازی برد برد بود دیگه دست به دست هم بدیم و خانه خیش را کنیم آباد. برو فیلمون کامو دست به دست هم بدیم. دست به دست کی بدیم؟ 90 دقیقه به چای مای تو بازی زدن. تکل پشت تکل جلو زانو کله. بازیکناتون جون ندارن هی زرتی میخورن زمین تقصیر ماست. مرام ندارین دیگه. فرپلی نمیدونین چیه. عین آبا اجدادتون که به نامردی آبا اجداد ما گرفتن خوردن یه قلوپا بم رو بازیکنات نکن داداشا جلو بچه چیزی بهت نمیگم. مثلا بخی بگی چی میگی؟ برو از باباشین خانت بپرس ببین آبا اجدادت چند تا از جد و اباد ما خوردن. خوردن که خوردن میشه جونشون. لابد خوشمزه مزه بودین دیگه. سیسمونی. وای به کی میگی خوشمزه بچه قرتی ها؟ به کی گفتی خوشمزه الان؟ تو نه آقای شیرزاد شما خوشمزه شاخت میشین. آقای گلچنبر بسیت میاره نه آقای این دعوا نکن. آقا بنده مدیرم از شما خواهش میکنم دعوا نکنین. ولمون کن. من چرا میزنین؟ آی سرم آی 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 چقدر گفتم خودت ده بیون ننداز. آخه ما را چه به مدیریت؟ ننم ها مدیر بیا یا بابامون مدیر بیا؟ خودتن جان بابا ننمون دشت ناز بودن. دشت ناز دشته بیابون کوه. مدیر بخواد چی کار؟ الان اینجی مدیر رفته ای خوبه؟ یه روزه ای همه بلا سرت اما خوبه؟ خب دیگه بار مسئولیتی بود که بر دوش من نهاده شد. لابد در من یک چیزی دیدن که انگشت گذاشتن روی من. چی دیدن غیر سادگی؟ هم به خیال خودت زرنگی اما نه. انگشت گذاشتن رو تو که اینجوری بشی دیدن. پولامون بره خودتم اینجوری آش و لاش بشی. خیر نبینم اونی که اینجوری کلتو بزن. فقط کله نبود که کله بود مشت بود چکلکت بود همه چی بود باید میدیدی. الان نمیتونم بگم بس که کله شقی. بس که سر خود هر کاری دلت میم منی حرف مرا گوش نمینی. حالا تو هم بدتر منو بسوزونه. کم سوختم تو هم بسوزون. از ما گفتم بو وقتم برم برا جوشونده چیزی دم کنم. جانب مهندس خمار مدیر مجتمع مسکونی کلیله و دمنه بدین وسیله معروض می دارد دو نقطه. اکنون که پس از یک روز خدمت صادقانه سکان کشتی مسئولیت را به دیگری می سپارم بر خود لازم می دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را از حسن اعتماد و بذل توجه اهالی محترم ساختمان نسبت به بنده حقیر سراپا تقصیر اعلام نموده و برای مدیریت بعدی ساختمان آرزوی توفیق و سربلندی داشته باشم. امضا مهندس خمار.